منظره شهر هیچ موقعی تماشایی تر از صبح نیست که هر کسی دنبال نصیب و قسمت خودش از خونه بیرون میاد. بعضی با امید، بعضی با یأس و ناامیدی دنبال سرنوشت خودشون میگردن. قافل از این که سرنوشت بازی ها داره. آخه توی شهر چند میلیون نفری نصیب و قسمت همه یکسان نیست. بعضیا اینقدر دارن که نمیدونن باهاش چیکار بکنن. عوضش بعضیا آهسته راه شده. مثلا از یکی از این آیون بپرسیم ببینیم کجا میره. بابا این یکی رو ولش کنه که خیلی اوقاتش تلف. حضرت آقا کجا تشریف میبرید؟ کار دارم آقا. مزاحم نشید خواهش میکنم. چشم. شما کجا میرید آقا؟ عجله دارم آقا. مزاحم نشید خواهش میکنم. اینم که عذرمون رو خواست. او این یکی عقب یه چیزی داره میگرده. مثل اینکه داره میاد طرف من. آقا معذرت میخوام. تجارت کنی آقای دریاجی کدومه؟ ببخشید آقا من مالی محل نیستم. آخه همینجا رو به من آدرس دادن. عرض کردم من اطلاع ندارم. حالا بریم دنبالش تو این ساختمون ببینیم کجا داره میره. تجارت خونه حاج آقا اسماعیل دریاجی. بریم سراغش ببینیم چه جور آدمیه. برو. شاش رفتیم. چه مرد بد اخلاقی، نمیشه باش حرف زد. او مثل اینکه همسایش خیلی از خودش مهمتره. بریم سراغ اون. دفاتر بازرگانی کشاورزی بابک سیمندوز، منشی‌ها، معاونین، کشیرانی حمل‌ونقل، یه آدم پولداریه. مثل اینکه با تمام دنیا رابطه تجارتی داره. خوب شد سراغ اون بداخلاقه نرفتیم ما. بریم دفتر کارش ببینیم چه جور آدمیه. حتما آدم خوش اخلاقیه. الا هنگ کنگ گوش بده آقا. بله بله. نه به هیچ وجه. از 1,500,000 دلار نباید کمتر باشه. گفتم نمیخوام احمق. به جهنم که 1,000,000ه. باید 500,000 کاسه های گرمتر از آش. 500,000 500,000 چی آقا؟ منشی 1,000 فرمودی قربان. به تمام نمایندگی های آسیا بنویسید از این تاریخ حق ندارن به اسم من کمتر از 1,000,000 این در معاملات شرکت کنن. گفتید نمایندگی های کجا قربان؟ آسیا آقا، آسیایی. نمایندگی هایی که در کشورهای آسیایی داریم. چی بنویسم قربان؟ بنویسید در معاملات کوچک حق ندارن شرکت کنن. یعنی چقدر کوچک باشه؟ به کوچکی مغزت و گنده بک احمق. برو گم شایوان. احمق های نفهم. بله قربان. یه تون نویس بگید. چشم باد. هستید آقا؟ فعلا گوشی رو بذارید، وقت ندارم. الان نیویورک؟ بله خودمم. چیه بگید؟ بگید آقا چی شده؟ ها؟ ندارم میخواید حیثیت و اعتبار من از بین ببرید. برای اینکه اگر یک جو عقل تو کله های پوکتون بود منتظر کشتی نمی شدید. یعنی چه تفن کردید دیوانه ها؟ شما مثل اینکه حرف منو نمی فهمید آقا. عجب بساطیه. باز بوده چی کار می کردیم؟ یک کشتی می خریدید آقا. یک کشتی. بسیار خوب، حالا همه تون رو جریمه می کنم تا آدم بشید. تا عقل کله تون بیاد. خفه شدم. بله تون نویس خواسته بودید قربان. بنویسید مربوط به تمام نمایندگی های آسیا. پیرو مذاکرات قبلی از نظر حفظ پرستیج و بنام به لزوم حفظ اعتبار و شایستگی مقام بازرگانی و بین المللی من لازم است در نظر داشته باشید که اجازه بفرمایید قربان. فرمودید پیرو تذکرات قبلی، بعدش چی؟ بعد؟ خانم که اول مطلب بود شما تون نویسید یا کن نویس؟ آخه قربان دست با برق کار نمیکنه. دست آدمه. دست آدم. بنویسید. از نظر حفظ پرستیج و بنا به لزوم حفظ اعتبار و شایستگی مقام بازرگانی من لازم است در نظر داشته باشید که چرا من نگاه میکنی؟ اگر تون نویستیسی بگو یه نفر دیگه بیاد. بنا به لزوم حفظ اعتبار و شایستگی مقام بازرگانی بین المللی من لازم است در نظر داشته باشید. کجا میری؟ با اجازتون میرم بگم یه جت نویس بیاد. شما اینقدر تون تشریف میبرید که من بهتون نمیرسم. اسمت چیه؟ اسم من قربان.
بیتا. بیتا؟ بیتا چیه؟ یعنی لنگه نداری؟ بنویس. لازم است در نظر داشته باشید که این اینه که بردار بهت نمیاد. لازم است در نظر داشته باشید از این به بعد در معاملات شوهر داری؟ نه خیر قربان. در معاملات کوچکتر از 1.5 میلیون نامزد چطور؟ خیر قربان. پس تنها هستی؟ بنا به لزوم حفظ اعتبار، بنا قربان. در معاملات کوچکتر از 1.5 میلیون شرکت نکنم. فردا شب باید با من شام بخورید. بنا به لزوم حفظ اعتبار، هم مثل این که اینا رو نوشتی، بخون ببینم چی نوشتی. از سر بخون. بله قربان. پیروی مذاکرات قبلی از نظر حفظ پرستیژ شوهرداری، بنا به لزوم حفظ اعتبار نامزد چطور نباید از این به بعد در معاملات پستانه هستیم کمتر از 1.5 میلیون فردا شب باید با من شام بیا جلو ببینم. بله خورده. خب شما فردا شب با من شام میخورید؟ چی بگم؟ آخه قربان من و شما چجوری میشه؟ من که به سن و سال شما عجب، یعنی من پیرم ها؟ اینو میخوای بگی؟ نه قربان، منظورم این نبود. پس چی میخوای بگی؟ آخه شام خوردن با یه مردی رو میشه قبول کرد، فقط بعدش خطرناک میشه. ببینم شما که آدم خطرناکی نیستی. نه نه، مطمئن باشی، من بهت قول میدم، من درست مثل یک بره مطیع و آرام. اینا رو گفتم که بعد از شام خیالتون یه قلم راحت کرده باشه. پس قبول کردی ها؟ با کمال افتخار. خب میتونی دیگه بریم. امری نیست قربان. چیز خوبیه، مثل اینکه خدا رسونده. نگاه کن، میخواد با چشاش منو بخوره، اما بدکم نیست. دیگه بیچاره شده، میخواد یه چیزی بگه، نمیدونه از کجا شروع کنه. ببین چجوری خودشو گرفته. حالا سویچ ماشینشو به رخ من میکشه، یعنی کشک. نمیدونم چی میخوای بگی، بگو دیگه. چقدر این آسانسور یواش میره. چقدر این آسانسور یواش میره. دی نه بابا، نگفتم تو بمیری از قیافت میخونم. دکتر پاش خیتون کردمش. دار بریم ببینیم چی میشه. بح بح، چه هوای خوبی. یالا پشتشو بگیر، از تو کمتر خودتی. چه هوای خوبیه، شما دوست نداری؟ حالا موقعشه که باید چیزی بهش بگم، یه چیزی که به فکرشم نرسیده باشه. چه هوای خوبیه، شما دوست نداریم؟ نه خیر، دیگه کارت آسون شد. ماشینه که بردار بیار، مثل یه پسر خوب بگو اجازه میدیم برسونمتون. اجازه میدید که با ماشین خودم برسونمتون؟ نه آقا مرسی، من با تاکسی میرم. عجب روی داره، هرچی میخوام بگم و قبلا میگه. اتومبیل جناب آقای دریاجیب حاضره. خیلی متشکرم، مرسی. تعارف نکنید، خواهش میکنم، بفرمایید. یالا تصمیمی تو بگیر مردم. این افتخار به من بدید که شما رو برسونم. باشه، اشکالی نداره. بفرمایید، خواهش میکنم. چه اتومبیل قشنگی دارین آقای دریاجی. آقای دریاجی؟ بله، خیال کردیم من خیلی بیهوشم. بله، اتومبیل جناب آقای دریاجی حاضره. بله، ممکن شما اسمتون هم بگین؟ من بیتا. بیتای چی؟ بیتای سیمندوز. بله خیلی خوشبختم. پس شما دختر جناب آقای سیمندوز میلیونر مشهور هستی. بله.
پس چطور تا حالا خدمتتون نرسیده بوده؟ میدونی شما غریبه که نیستی. آخه من واسه دیدن پاپا از روم اومدم، دو سه روز رفتم ژاپن، بعد اومدم تهران، دو سه روز دیگه هم برمیگردم. شما مسافرت دوست نداری؟ بازم من همین دیشب از پاریس اومدم. اوه چه خوبی. همینجاست، خیلی متشکرم، نگه داریم. بفهم. مرسی. یک دنیا ازتون متشکرم. خب خداحافظ آقای دریاچی. انشالله به زودی همدیگر رو تو روم ببینیم. حالا که اینجا هستیم چطور فردا شب شام با هم بخوریم؟ ببینین اگه قول بدیم فکر نکنین من دختر جلفی هستم و دعوت هر کسی رو قبول میکنم اشکالی نداره، چون به نظرم شما جوان محجوبی هستین آقای دریاچی. او دریاچی، اسم بابام چه کلمبه است. بهتره منو به همون اسم کوچیکم بهرام صدا کنید. بهرام؟ چه اسم قشنگی. خب من دیگه باید برم، خداحافظ. آخه نگفتید فردا شب کجا هم دیگه رو ببینیم؟ کجا؟ الان بهتون میگم، همونجا پلوی آسانسور منتظرم. هفته بعد از ظهر دم دفتر پاپا. یه وقت دیر نه. چی شده قلومی؟ چی شده؟ تو 5 دقیقه رفتی ابو طیاره مرتیکره بیاری؟ اولندش لباسای آتقی رو دوزیکی پوشیدی، میخواست بره پیش مدیر دارا شکایت. آخه خوب نبود با لباس کار برم پهلوی آقای دریاجی. بزن جا چاخان نکن. دومندش یه ساعت طول نگی تا زغزغ مدیر گاراژ دره وردی. معلومه دیگه آقا رو بپا. میدونم ماشین بابا لباس یارو وحشی رفتی پوز غم پهلو بدی. اگه ما نبودیم همین الان مدیر گاراژ تاسوش رو امضا کرده بود و آقا دوباره که رفتی. ممنونم، الان برمیگردم. زود باش لباس عوض کن تا نهیدنه بیا. بپا کنو میرم. چیه؟ چی شو؟ نفهمیدیم. ها؟ آقا دیر اومدن؟ تازه حوصله کار کردن هم ندارن؟ چی شده؟ اینجا؟ آقای دریاجی کلید ماشین شده دست من و به دربون تلفن کرد که ماشین شو به دست من بیارم گارم. یه رفعه یک چیز آلیت با آسانسور سوار شد. به خدا تو نبینیش که نفهمی چی بود. مرگ من. والا میانه تو. خلاصه سوارش کردم رسوندم خونه و ازش واسه فردا شب راندوو گرفتم. دختر اون یارو میلیونره سیمندوزه است. صحیح. پس برم قهوخونه یوزباشی؟ یه دیزی دو نفره براتون سفارش شدم. جون قلومی میشی وقتی میگم چنون با هم عیاق شدیم که انگار 4 سال هم دیگر میشتیم. اونم خیال کردم به سر حاجر اسماعیل دریاجی با. اما اگه بفهمه خیلی بد میشه. آبرو میره. نه از کجا میفهم؟ مگه نشدیدی که میگن عشق چشاش بابا غوریه؟ ها؟ ولش بریم سر کارمون. بشیالش بستم آچار دو رو بینم. قلوبی؟ بستی فردا شب پول از کجا گیر بیارم؟ با ناراحت نباش، مگه قلومیت نفله شده؟ خودم نوکرتم، نوکر پدرتم. قربونت زنده باشی. بابا عجب روی داری، لباسا رو که تا زد لباسشوی گرفته بودم پوشیدی زده به چاک با ماشین مردم پاک بدی؟ نفهمیدم حالا پوشیده که پوشیده، من چطور شده؟ جهارات قیمتیش ریخته؟ چی؟ حالا جلوم هم جلس بلا میشی؟ رفو کرا با حضمت کرا. یاره میرم وقت من مجبور میشم با اتومبیل برم، شما راست خیلی بده. یه پشو بابی جونم، پشو انقدر خودت لوز نکن تا بلند شو دیگه، نراحتم نکن. آخ
باز شب عید شده این مرض نقرسه بر اوج جرح. آخ خدا مرگم بده، خیلی درد میکنه. خیلی زیاد. یه دفعه درد میگیره ول میکنه، درد میگیره ول میکنه، درست مثل آخ مثل اینه که اره روش آخ مثل این که اره روش میگشن. الهی که سوسو قربونت بره، الهی نبینه بابی جونش درد میکشه. حالا همه چی یه طرف آخ که تو تفلک باید تنها بری شمال از یه طرف آخ حالا کارا رو بگو خانم. اگه میخواید بیت فرودگاه اتومبیل حاضره. خیلی خوب حاضره که حاضره، باشه چیکار کنم؟ همه کارا رو باید خودم بکنم. این اتومبیل حاضره، الان همه به حرکت میکنه. من هنوز هیچ کارم نکردم، لباسم جمع نکردم، اینا بالا نمیشه من یک کمک کنه. بنفشه سبزه فاتی، فاتی بیا پلو برای بیایی من ندیدی؟ من نمیدونم خانم، هرچی بوده همونجا. تو بی خود میدی، یه جا انداختش نمیدونی کجا دادم گرفتار شدم. این دفتر خونه من شلخته تره. آخه دیگه باید برم بابی جون، تو رو خدا سعی کن بیای. بعدشم که لازمه آخ حتما باید تهرون باشم. یه کار بسیار مهم میده. چه داری؟ یه جواهر از دستم میره. برو جونم، برو برو، خدا به امرات. خانم بفرما، دیر شد. ازا چه تو چرا قهورم میکنی؟ آخه خانم میترسم. نه ترس، نه خیر. بابی جون تو چقدر من دوست داری؟ خیلی خیلی دوست دارم، چه زجر میکشم من بیچاره. خداحافظ بابی جون. خداحافظ بابی. خیلی از خود مواظبت کن. خوری بود چی میگم؟ برد چه ته؟ دیر شد تیاره میره. جهنم که رب بابی جون هم حالش بده، خیلی دلم واسه شور میزنه. برای زاره هستم بابی تنهایی حسنه سر میره. من چه دیرو بزنم قربان. رؤسای قسمت ها و کارمندان دبیرخانه به وسیله بنده اجازه میخوان برای عرض تبریک عید شرفیاب بشن و تقاضا دارن وقت ملاقات تعیین بفرمایید. آها بسیار خوب. هر کدوم دو ماه حقوق ایدی دارن، به حسابداری هم بگید اسنادش رو بنویسن. فقط رؤسا قربان؟ نه نه به هیچ وجه، همه، از کارگرهای کشتی ها گرفته تا پیش خدمت و اتاق ها و رؤسای قسمت ها، همه و همه. برای دیدار من هم البته فقط رؤسا میتونن اولین روز سال آینده در سالن کنفرانس بیان. باقی کارا رو بگذارید برای بعد. میتونید برید. امری نداریم قربان؟ میتونید برید. بر نویس دیروزی را بگید. آسای قربان. سلام. متن نامه دیروز حاضر شد؟ مشغول تهیه‌اش بودم، احضار فرمودید قربان. بسیار خوب. موضوع شام امشب چطور؟ متاسفم قربان. چی؟ چرا متاسفی؟ خیلی مسخره است، متاسفم یعنی چه؟ آخه قربان امشب شب عیده، مجبورم با نامزدم باشم. اوه احمقانه است، مسخره است، افتضاحه. من همه چی رو برای اینکه امشب با شما شام بخورم به هم زدم. چطور؟ 15 روز مقدمه من از نقلس برای زنم چیدم که بفرستمش مسافرت. درد، عربده، ماساژ، پانسمان، همه این کارا رو کردم که شب عید با هر کسی که دلم میخواد شام بخورم. خب حالا اگه من حرفامو پس بگیرم نیام مگه چی میشه؟ هیچی. اون وقتی که من ایمان میارم همه اونهایی که برای کسب آزادی تلاش کردن همه زحماتشون به هدر رفته. ببینم دختر، تو من دست انداختی؟ مگه دیروز نگفتی نامزد نداری ها؟ آخه یهو پیدا شد، تقصیر من نیست. آخه حال خیلی بد شده. نه ازتون خیلی معذرت. به همین سادگی تموم شد ها؟ معذرت میخوای؟ نه خانم اشتباه میکنی، من کسی تا حالا دست انداخته فهمیدید؟ شما قول دادید با من شام بخورید و منم شام خواهید خورد. خب منم حاضرم. چطور؟ نمیفهمم. پس این همه عذر و بهانه برای چی بود؟ من قول دادم که با شما شام بخورم، ولی قول ندادم که تنها با تون شام بخورم. منظور؟ با اجازتون نامزدمو با خودم میارم. اوه
این دیگه خیلی تازه است. او قلمون سر شدم که این مطلب بشنوه وسط دیسکرات بلند میشه و قاه قاه میخنده. خانم بنده که میخوام یه شب تفریح کنم با یه سیویل کلوفتم بردارم دنبال خودم راه بندازم؟ تازه گیرم این کارو کردم. نامزد سرکار الیگه برنمیگرده بپرسه من اونجا چه صیغه ای هستم؟ اونم جوابش ساده. مثلا چی؟ هیچی، میگم شما بابا جونمی. که بنده بابای سرکارم شدم ها؟ به به چه عاقبتی آوردم واقعا که چشمم روشن. نفهمیدم پس به عقیده تو من اینقدر گیر و باطلم. بله اون که نه خیر، ولی آخه شما میفرمایید چیکار کنم؟ واسه خاطر یه شم حاضر میشین زندگی و آتیه یه دختری رو از بین ببری؟ آخ که تو واسه همه چیز جواب داری. خب که گفتی من بشم بابا جونت ها؟ باشه چاره چی؟ یا باید تک و تنها برم توی خونه شب عیدی رو مثل جغد صحب کنم، یا این که بشم پدر سرکار. خب جهنم. خب جهنم پول که قابلی نداره نفره. بینم تو پول پیدا میکنی یا پول تو رو؟ داداش همه این حرفا درست، اما من راضی نمیشم تو خودت تو واسه خاطر من تو درد سر بندازی. اختیار داری چه درد سری؟ نگاه کن گوشم با توه. چیه؟ بیر داشتم بگو. چهار طبقه لاستیک و گرا میذاریم پیش دکونه بغل دستی، بعدم میریم پولشو میدیم. نه بابا جماعت بیاید حرف ما رو به این بیکله حالی کنیم. دفتر تاقی اومده نشسته لبمون خونش میخواد مفت 500 پرش بینه مره. پسر بیاره سر کاره، کار بزرگتر رو دخالت نکن. بره عربا آقای دریاجیب سفارش کرده جفت چرخای جلو عقب ماشین چه لاستیک نو بنزین. ناجنس پول مفت رو بگیره چجوری خرج کنه؟ تو میری لاستیکاش نو نزونه. تو به شما چه آقا به کار مردم دخالت میکنی؟ بله خب. شاید میخواد بره سفر. شاید آقا مرتضی یه حواله بنده شرکت گردونه چهار تا حلقه لاستیک 16 بدم بیارم. ببین قلومی تو خود تحویل بگیر، عجله کن. یارو سر ساعت 5 ماشینشو خواسته. یارو کیه؟ همین میلیونره دیگه، آقای دریاجیب. درشت درشتی آقا از این دونه چیز قرمز سرشا. برو آقا برو برو بسته. حواله رو بده قرون شو خلاص شو نفلش. الو بله بله قربان تعظیم عرض میکنم، سپردم ماشینتون رو ساعت 5 بیارن در منزل. بله بله مطمئن باشید آقا. یعنی چی؟ یارو دریاجیبه سفارش کرده ماشینشو سر ساعت 5 حاضر کنی. شانسی رو ای بای خیلی بد شده. حالا میگی چیکار کنیم؟ هیچی باید چیکار کنیم؟ این خر نشد یه خر دیگه. این همه ماشین اینجا یکشو برمیداری به هوایی که بخوای بری امتحان کنی میزنه به شاکو جده و میره بکاره. تازه گوش کن دختره خیال میکنه تون امیری یه ماشین رو صبح داری یه ماشین رو شب. راست قلومی این چی شد چیکار کنی؟ پول؟ آها پول. واسه پولم زیاد قصت نباشه، کارت که تموم شد بیا در خونه. اگه من نبودم به میزوالدم میگی نشون به اون نشونی که کف در خالدره گربه سیاه خورد دیگه خودش میفهمه. باقی کارا درست. آره منم میام کارا لاستیکا رو بکنم. آره الان برمیگردم قربون. گوش کن، آها نگاه کن برام جون. یارو حسین آقای نیست که لباس کرایه میده، میری پیشش بهش میگی من داداش قلومیم، هر چی دلت خواست ورده خلاصه سنگ تموم بذاری
نکنه آقا از دارم یارو رو برای یه پالو سگی بهش بدی ما رو کنف کنی. نه مطمئن باشه. عشق هست. بخ بینم بینم بخ دومات سرخونه های سیم اندوز میلیونه رو بسته. بیدی منو نه دخترم از سره کردی؟ هی معذرت میخوام معذرت میخوام همش واسه من گربه میرسونه. با من هیچ کس از این شوخی ها نکرده. میدونم اما حقیقتش اینه که من لباسی ندارم که بتونم باش خدمتتون بیرون بیام. فکر میکنم اگه اینجوری بیام شب نشینی کم کمش اینه که خود شما ناراحت بشی. آها درست لباس. بله با من بیام. یه جلو نترس. هر کدوم میخوای انتخاب کن. چه لباسای قشنگی. اما اینا مال خانوم شماست. هیچ فرق نمیکنه. دکتر میتونه گاهی هم لباسای مامانش رو بپوشه. اشکالی نداره. که میفرمایید خانوم شما مامان منم شدن ها؟ خب معلومه وقتی من بابات باشم اونم مامانت دیگه. ببین کدوم یکی از این لباسا رو دوست داری. آخه زود باش تصمیمتو بگیر. در هر حال هیچ چیز باعث نمیشه که من امشب تک و تنها شام بخورم. فهمیدی؟ زود انتخاب کن. آخه اندازم نیست. هر چی بخوای تو این اتاق هست. اگه دو ساعت وقت صرف کنی هر لباسی بخوای اندازت میشه. او راستی اینا هم جواهرهای مامان جونته. هر کدوم بخوای میتونی استفاده کنی. من میرم اون اتاق لباس من. شما چقدر خوبین آقای. کاشکی حقیقتا شما. او نه 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 یکی رو دیگه حاضر نیستم. وای خدا جونم چه چیزای قشنگی. زشته خجالت بکش. قبیحه. با دختری که میتونه همسن دختر خودت باشه عشق بازی میکنی؟ نه راستی مگه تو زن نداری؟ مگه نمیبینی ازت گذشته؟ واقعا خجالت نمیکشی؟ نه خیر هیچ وقت خجالت نمیکشم. اصلا به تو چه مربوطه که در کارهای خصوصی مردم دخالت میکنی؟ من حاضرم بابا جون. خدا لعنت کنه این نامزد تو رو که چه بد موقعی پیدا شد. یه چیزی ازت تو پرسم راستش میگی؟ البته. نمیشه نامزدت برای امشبم که شده با ما نیاد؟ ده بابا جون دیگه از این حرف رو نداشتیم. مگه تو دخترتو دوست نداری؟ چرا چرا؟ واسه همین دلم میخواد امشب دست از سر ما برداره که با هم تنها باشیم. از خدا فقط همینه میخوام. راستی بابا جون این لباس به هم میاد؟ چه قیافه‌ای پیدا کردم؟ اینه یه بچه خرس شد. وقتی بابا منو میگه باید قبول کرد دیگه. اما از شوخی گذشته عالیه ها؟ من چشمه دارم آن قدر خور ببینم. بابا جون شما به من قول دادین. بایدم دیگه بریم ساعت 7 میاد جلوی اداره. اونجا باش قرار گذاشتم. بعدم یک راست میاد خدمت بابا جونو معرفی میشه. خدا رو داد برسه. بعدش هم به اتفاق میریم شام میخوریم. بفرمایید. گفتی شام بله؟ بله شما دو نفر شام میخورید بنده خودمو. بفرمایید. Thank you.
سلام. سلام پسر خوشقول، درست سر ساعت اومدی. مرسی. خب حاضری میتونیم بریم، کاری که نداری. صبر کن، کجا بریم؟ اول باید بریم پاپا جونمو برداریم. پاپا جون مگه اونم میخواد بیاد؟ پس چی مگه بهمون میشه؟ من همیشه شبای عیدو با اون شام میخورم. بیا بریم. آخه ببین مثل که حرفی هم نداریم. جادوی بچه گرفتم شد. عجب غلط میکنم، نکنه دروغ مونده رو پاک خید کنی. نه خیلی باید چیزی بگم مزارفش کنم. حالا نمیشه یه جوری امشب و وای چه جوری میشه؟ اصلا من واسه خاطر امشب از ژاپن اومدم اینجا. ببینم اگه بهش گفتی که آره بهش گفتم که میخواییم با هم نامزد بشیم، اونم اجازه داد که امشب با هم دیگه شام بخوریم. عجب بازه. من دیگه تو نمیام. چی میگی مگه میشه؟ بالاخره باید بابام با نامزدم آشنا بشه. آخه من دیگه نداره. ما که بابا جونمو دوست نداری. اوه چرا، خیلی خیلی بله. سلام پاپا جونم، بهرام بهتون معرفی میکنم. سلام عرض. سلام نامزد دختر من، خیلی خوشبختم. بنده هم همینطور قربان. بفرمایید بنشینید. مرسی، ممنونم. ازش خوشت اومد پاپا جونم؟ البته. خب نه چندان، یعنی میخوام بگم بدک نیست. از اون پسرهای زرنگی به نظر میاد که لقمه دیگران رو از دهنشون میگیره. بفرمایید بنشینید. بفرمایید. باید دوستش داشته باشی پاپا جون. خب باشه، عادت میکنم. خب بهرام که اسم کوچکشه، از خودم خانواده است. بالاخره اینا چیزهایی که باید روشن بشه. پسر همین آقای دریاجیبه که همسایمونه. عجب، من خیال میکردم این حاج آقای اسماعیل اصلا زن نداره. البته من درست نمیشناسمش، فقط در نظر همسایه بودن اسمش رو شنیدم. میدونین من خیلی بچه بودم وقتی که مادرم و بعدشم فورا فرستادنم رفتم اروپا. خب حالا بگید ببینم همدیگر رو هم دوست داری؟ خیلی قربان. اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که بنده بدون بیتا درست مثل ماشینی هستم که مثلا دینام نداشته باشی. نمیفهمم، یعنی میگید ماشین چی شده؟ قرارم این بود که بنده بدون بیتا حکم ماشین پیدا میکنم که چجوری عرض کنم مثلا میلنگ شکسته باشه. دیگه اصلا نفهمیدم آقا، میلتون شکسته لنگ شدی چیه؟ من نه آقا، بیتا رو عرض میکنم. بیتا؟ بیتا چیزیش نیست. من از این خوشمزگی ها هیچی نمیفهمم. نه آقا، مقصودم اینه که ماشینی که خیلی زیاد کار کرده باشه مثلا کاربراتورش کثیف میشه. کثیف میشه؟ چی میگی آقا کارپراتور کثیف میشه؟ چیه؟ خستم کردید آقا شما، من دت انداختید. من همیشه باید یه مزاحم داشته باشم. بله. وقت توی سوسو جان. آره جونم آره، وقت ندارم، فردا بهم تلفن بزن. آره یه دعوای خیلی بزرگ در پیش دارم که باید با دو نفر حل بشه. خدا نکنه جونم. خدا اون روزه نیاره. آره خداحافظ. خب تا دیگه کسی مزاحم نشده زودتر بریم. زود بریم شام بخوریم که خیلی گرسنه‌ایم. میدونید ماشین بنزین میخواد که راه بره، اینطور نیست؟ تو چقدر بامزه‌ای پاپا جونم، تو واهی. زخر ما رو پاپا جون بار کردی و باز. تو چرا اینقدر گیجی؟ چرا سویچ رو ماشین جا گذاشتی؟ خیلی بده. مگه تو ماشین خودت رو نمی‌شناسی؟ پسر خوب که نباید اینقدر حواسش پرت باشه. یلا سوارشو بریم. یلا سوارشو بریم. چشم. بچه ها بردن بیای کمک کنیم.
چقدر جای قشنگ. شما اینجا رو دوست داری؟ خیلی زیاد. شما چطور؟ منم همین. مثل اینکه تکلیف بنده امشب معلوم شد. نه که مطرح این کچولو ناراحت نشید بود سیگارم تو ماشین جا مونده میرم بیارم از اون سیگاری که من میکشم اینجا پیدا نمیشه اجازه بدید من شما مشغول باشید بنده الان بر میگردم بر بیتا باور کن آدم توی اتاق کوچولو زندگی کنه چقدر زندگی بهش بیشتر خوش میگذره تا توی پول قلب بزنه و هیچی براش اهمیت نداشته باشه پول زیاد آدم رو بدبخت میکنه برعکس پول نه تنها بدبخت نمیکنه میشه خوشبختی رو باش خرید گوش کن یک بد ترکیب ترین آدم یه وجاهت میکنه مثل ماه شب چهارده دو پول قول بیابونی تو میکنه فرشته پاک آسمه سه پول تو جهنم برات پالوده شیرازی و شربت آناناس فراهم میکنه چهار پول تمام اونایی رو که بهت محل سک نمیذارن خاک پا و غلام حلقه به گوشت میکنه تو که باید خود مطالبو بدونی پاپام کتی سیگارش رو پیدا کرده آره دروغ خیلی بده خدا رو شکر که تا حالا من به هیچ کس دروغ نگفتم تو چطور؟ منم مثل تو فقط میدونی ول کن بشینیم همینجا خب هم مسافرتت رو ببینم از کجا بیشتر خوشت اومد؟ از ژاپن. واخ واخ نمیدونی چه مردمان خوبی داره هیچ وقت به هم بی‌احترامی نمی کنن هیچ وقت به هم دروغ نمیگن دلم برای پاپات خیلی شور میزنه به خود اون الان با قوطی سیگارش راحت داره کیف میکنه کجا خانه بالا بفرمید بریم یعنی چه نمیفهمم مقصودتون چیه عرض کردم بفرمید بریم کلانتری یلا پس من بیام کلانتری چیکار کلانتری به شما نسبت به دلیل اینکه این اتومبیل دزدیه یلا زودتر بفرمید تو رو خدا منو نبرید من مثلا نکنید همین مردی که دزده بسیار خوب بفرمایید خدا عمرتون بده سلام عرض بکنم انشالله که سال نو به همه شما مبارک باشه این آقای خوش‌زبون کی باشن؟ جناب سامان، دوز دو اتومبیل آقای درگچی به موقعی که با این خانم از کاباره در اومده سوار شد دستگیر کردیم. عجب، جناب دوز خوشمزن تشریف دارن. ولی من کاری می‌کنم تا سال آینده خوشمزگی یادت بره. مرسی، متشکرم. شما گزارشتون می‌رسی. اتومبیل مسئول کجاست؟ جلو کلانتری. خب، که آقا اتومبیل رو جلو چشم صاحبش می‌دزده.
خوبه؟ من نمیدونستم این دوزه، من تو کامره بودم، این آقا اومد اونجا منو ورداش آورد بیرون، من نمیدونستم دوزه جا به خود. نوبت شما هنوز نرسیده. اتومبیل مال کیه؟ حاج اسماعیل دریاجی. ما تو جرأت کردی اتومبیل شخص به این معروفی و متمولی رو بدزدی؟ اونم با چه قیافه ای؟ مثل آرسن لوپن. لباس تمام رسمی، خنده شیری، نگاه مسخره‌آمیز. اشتباه میکنید ها. با بد کسی طرف شدید. کسی با ما شوخی نکرده. والا با بندم کسی تا حالا از این حرفا نزده. اسم شما چیه؟ بابک سیمندوز. عجب. آقا بابک سیمندوزه. یعنی یک میلیونر مشهور اتومبیل یک میلیونر مشهور دیگر رو برای شوخی دزدیده. این آخرین حرف شماست. بله؟ اسم حقیقیتون؟ بابک سیمندوز. آه خیر، با بزرگون وصلت کرده، تخفیفم نمیده. اسم؟ عرض کردم بابک سیمندوز. وای، مدرکی داره که شما رو بابک سیمندوز معرفی کنه؟ آقا اسم تو بگو راحت میکن. آقا من چه کنه که ساکت ساکت ببریده ببریده از بازداشتا. من چه میدونم این مردی که دوزه غلط کردم. مدرکو متاسفانه چون لباس شب پوشیدم هیچ مدرکی تو جیبم نیست. همه یه دوزدا همین حرفو میزن. بیا برا خانمان اینم ببریدش بازداشتا. بفرمین. واقعا که شب عید بسیار خوبی بود. خیلی خوش گذشت. بفرمایید آقا. بفرمایید. ببریدش. به آقای دریاجیب تلفن کنید بیان اینجا اتومبیلش رو ببرن. او زندانی که میگن همینه؟ نه خیر، متهمین شب اینجا نگه میدارن، صبح تحویل دادسرا میره. بفرمایید خواهش میکنم. مرسی. ببینم من شما چون بازی نمی کنی؟ آره؟ این چون بچه گرد زندان شما آزار بگرد که بازی نمی کنی جانم سیاه زنده با بفرما خوش اومدی چشات درویش کن یا الله جنگل بیش باید شوارده دم شازه شما را باز چی گرفتن؟ چیز میدی دزدیدی؟ بله یه پومپیات چی بکه اشتاره باش شما را چرا گرفتن؟ آمنو این چی همچین رفاقتونه؟ چهار تلقه لاستیک امونت برداشتیم پولش رو دیم رفیقمون رفت فهمی داره انداخترمون زندون بله پس رفیق کی باید به درد بخوره بله اما جون تو خیال نکنی ما مستوی ما وگرنه کلامون تو هم میره بله نسیه رو برشیم پسشون میدیم بله. حالا کی زامن اون بشه با خداست آقا من به تو چیکار کرده بودم مردی که کلا بردا حالا شما عصبانی هستید من قول میدم جبران بکنم جبران کنم جبران کنم چی رو جبران کنی تابلوی منو بردی جبران کنم سنده در از سرم بشکن خواهد به حالا باید نوم بدم نراتی تو فقط برای پوله اینکه چیزی نیست بسه بفرمانی خود تو مسخره کن خوب نگاش کن ممکنه قلابی باشه نیم ساعت دیگه هم ولت میکنم پس کجا میدینی مگه تو رئیسی اومدی با من اینجا حبس کردم کن منم ول کنم من چه میدونستم تو دزدی بسیار خوب چشم گریه نکن بریخ میشی این تعمیره واسه نخور والا دلم آب میشه جناب آقای دریاجی شخصی که موقع سوار شدن اتومبیل جناب عالی دستگیر شده این آقاست که خودشو سیمندوز معرفی میکنه با در نظر گرفتن این موضوع که جناب آقای بابک سیمندوز تجارتخانه شون در همون ساختمان تجارتخانه شماست
آیا شخصیت ایشون رو به عنوان بابک سیمندوز تایید میکنی؟ دفعه دیگه که من آقا رو اینجا ببینم، دفعه دومی که آقا رو زیارت میکنم. چه دلیلی داره که من این آقا رو بشناسم یا این آقا منو بشناسه؟ من ایشون رو حتی در خواب هم ندیدم. دلیلش اینه که اگر تو خواب میدیدم حتما زهره ترک شده بودم. بازم دست از مسخره‌بازی بر نمیداری آقا؟ باید با من با نزاکت صحبت کنید آقا. بسیار. من که گفتم پسر جوانی به نام بهرام که خودش رو پسر این آقا معرفی میکرد، من اون نامزدش رو با اتومبیل این آقا به کابره برد. پسر من پسر ندارم، من دختر ندارم، من برادر ندارم، پدر ندارم، عمو ندارم، دایی ندارم، پسر دایی، پسر خاله، پسر هیچ کس، فهمیدید آقا؟ پس شما از هفت دولت آزادید، وزیر بوته به عمل اومدید. چی؟ آقا با نزاکت صحبت کنید، من میتونم شما را آتش بزنم، خاکسترتون را به باد بدم. شما تا حالا شنیدید که بعضی از اشیاء نسوس هستن؟ بسه دیگه، مطلب خاطره بدید. راسته، فکر کنید یک جوان بی پول آسمونجلی عاشق یک دختری میشه؟ بلش میکن آقا، یک جوان بی پول آسمونجل حق نداره عاشق دختری بشه، باید انداختش زندون، پس آسیب را یاد میدم. حالا فکر کنید شده، اون وقت این جوان به اون دختر گفته که من پسر حاج آقا اسماعیل دریاجیبم. محمل گفته آقا، یک جوان بی سر پا حق نداره بگی من پسر حاج آقا اسماعیل دریاجیبم، باید انداخته زندون، پس من مالیات واسه چی میدم؟ خب حالا گفته دختره به خیال اون که ماشین شما مال اونه دست پدرش رو میگیره و سوار میشن، پسر هم ناچار سوار میشه. بی خود کرده آقا، یک جوان لات دروغگو حق نداره سوار ماشین مردم باشه، باید انداخته زندون، پس من مالیات واسه چی میدم؟ خب حالا شده، ادامه بدید آقا. بله حالا شده، اتومبیل هم که پیدا شده، نقص و عیبی هم که نداره، پس شما از تعقیب صرف نظر کنید. نمی کنم آقا، نمی کنم، باید تعقیب بشه، شبایدی من از کار زندگی واداشتی، کشمیدی نمی کنم آقا، نمی کنم، نمی کنم، مگه شهر هرته، باید اندازی زندون، پس هم مالیات چی میدم؟ خب اگر میتونید زامن معرفی کنید بفرمایید، و الا تا روز پنجم فروردین که دادسرا باز میشه مهمان خود ما خواهید. بله. بد نیست، ولی من دیگه از مهمانی خسته شدم، با این تلفن میشه صحبت کرد؟ بفرمایید، ولی فایده نداره. آقا چرا وقت تلف میکنید؟ بندازین زندون، پس ما اجازه. الو بیتا، نمیدونی چقدر تو رو دوست دارم، فکر میکنم بیتا بعد از این چطور میتونم زندگی کنم. چرا ساکتی؟ بیتای من حرف چه نمیزنی؟ فکر چی هستی؟ شاید دیگه دوستم نداری ها؟ اگه اینطوره بگو، نه ترس بگو. ای تو چنگ بود من، گرمی وجود من، بی تو جان به لب رسیده. Thank you.
چی شد آ؟ تحمل بفهمید آ. تعظیم عرض میکنم. برید جلو. تعظیم میکنم قربان. سلام قربان. آقایون؟ منشی مخصوص آقای سیمندوز. رئیس اداره کل حسابداری سازمان بازرگانی و کشاورزی بابک سیمندوز و اسناد 8 میلیون متر مربع زمین. رئیس اداره کل نظارت و رجای طرح‌ها و اسناد قراردادهای رسمی از 10 تا 90 میلیون تومان. رئیس کل حمله نقل و کشتیرانی آقای سیمندوز. بله کاملا درسته. لعنت بر شیطان. خب دیگه با آقای فرمایش ندارید؟ نه خیر من دیگه حرفی ندارم. آقای رئیس اداره کل حمل و نقل. بله قربان. اگر تا ظهر روز پنجم فروردین آقای دریاجیب رسماً از من معذرت نخواست و از تعقیب خودش چشم پوشی نکرد تا عصر اون روز به کلی ورشکست میشه. تمام کالاهایی که دریاجیب به ایران وارد میکنه شما به نصف قیمت بازار بریزید. اجناس او بدون خریدار میمونه. تعهدات بانکیش رو نمیتونه بده و به نتیجه ورشکست میشه. فهمیدید؟ برای حادثه به این کوچیکی انتقام به این بزرگی نگیرید. دوست عزیز این انتقام نیست بلکه این عرض مروته. دریاجیب فرد متمولیه ولی انسان متمولی نیست. دریاجیب جانور متمولیه، دیو متمولیه. به او گفتم جوان بی چیز آرزو داشته با استفاده از اسم او بدون اینکه قصد دروغگویی داشته باشه نقش یک میلیونر رو بازی بکنه. همون این کار رو حماقت و کلاهبرداری خوند. گفتم دختر سوی نیتی نداشته ولی او اسم این کار رو افتضاح و ننگ و بیچارگی گذاشت. آیا چنین آدمی لیاقت داره که خوشبخت باشه؟ اگر شما بگید بله من با تمام قدرتم میگم نه نداره. این شخص مستحق اینه که نان شبش در خونه ها گدایی بکنه. من متوجه نشدم. منو ببخشید. میدونین من اشتباه کردم. برو بخشیدم. ولی یادت باشه که مردانگی و حقیقت رو با پول نمیشه خرید. برو قبل از میلیونر بودن انسان باش. برو. شما هم بفرمایید، کاری ندارم. تمنا میکنم این صورت مجلس امضا بشه. مرسی. یه چیز دیگه هم هست که بایستی امضا بکنم. ضمانت غلام، اون تقصیر بله. نداره. کمک به دوستش بازداشت شده. بله بله. اون زن رو هم به ضمانت من آزاد بکنید. بیچاره بی تقصیره. مرسی. اطاعت بشه. خدا فر خدا. بیا اینجا. بله قربان. اون زن با غلام هر دو مرخصن. برم. اطاعت بکنید. رنده ولد کرده؟ زامن معرفی کردی؟ آها بله زامن. کی زامنت شد؟ به نظرم هم که زامن شما شد. نایده و نشناخته گاهی آدم های با معرفت هم پیدا میشن ها. بله خب دیگه خداحافظ دیگه باید رفت. کجا؟ چی؟ دیگه شب عید خوبی بود فعلا هم باید رفت خوابید. خداحافظ. ولکن بابا تازه اول شبه میاریم کافه و شاق اقش کنیم. معذرت میخوام من نمیتونم. چی؟ والله به خدا اگه بذارم برین میریم همونجا که گفتم بهمون خیلی خوش میگذره. ده اجازه بدید من برم. خیلی متشکرم. کجا؟ به مرگ جفتتون اگه بذارم برین. این تن کفن کردین نمیذارم. ما داریم و نداریم تو دنیا فقط یه شماره داریم. پس اقلا منو برسونیم. تو هم باید با ما بیای. جفتتون مهمون غلومی هستین. من رام ندارم. کجا؟ جونت اگه بزنم بریم. به شک اوتوموتور نزدی یه چتی عرق مهمون خودم بریم. بهرام اینجا دیگه مجبوریم از هم میشیم. چرا بیتو؟ آخه چرا؟ نمیدونم. فقط میدونم که یک کلمه میتونست منو برای همیشه از تو دور کنه یا برای همیشه کنارت باقی بذاره. بیتو چی میخوای بگی؟ آگو نه ترس. نه من برای همیشه میرم. اما همیشه هم دوست دارم. خداحافظ بهرام. صبر کن بیتو. صبر کن. خواهش میکنم صبر کن. حالا بذار تا خونه همراهت بیام. خواهش میکنم اجازه بده. بیتو
نه جوری شروع نکردیم که به آخر برسونیم. هیچ وقت اینطوری که نمیشه. من فردا برای همیشه از اینجا میرم بهار. اگه دوستم داشته باشی پیدا میکنی. ولی موقعی که یه خورده گذشت داشته باشی عشق اون بره دروغه. بیتا خواهش میکنم نرم. بیتا 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 الان به بیشتر خوش میگذره. دیلار فاطمه رو با یه روزه ایت عوضی گرفتی؟ ولش کن آقا مصطفی با تو نبود بچه خوبیه. باید کنار حسابشو میرسن.
که تن بینی جهان و هرچه در او دستگاه من گدایش قبول سلطان شما بودین زن زدی؟ بله. گوش کن. به تعمیرگاه تلفن کن بگو امروز اتومبیل دم تجارتخانه تحویل بدم. امروز مگه تجارتخانه تحویل نیست؟ چرا چرا؟ ولی ابی برای دیدن من اونجا میام. راستی خانومی اومده یه امانتی برای شما آورده. خانم؟ بله خانوم. آها، بهش بگو بیاد اینجا. بفرمایید. چیه؟ چرا حرف میزنی؟ لباسا را آوردم. کجا بذارم؟ از همونجا که برداشتی. برای چرا گریه میکنی؟ مگه نامزد میلیونرت اذیتت کرده؟ نه نازی گریه نکن. همش تقصیر شماست. اگه شما منو دختر خودتون معرفی نمیکردین، اگه این لباسا رو نمیدادین تنم کنم، اگه منو با خودتون کافاره نمیبردین. عجب که بنده از شما خواهش کردم خودتون رو دختر من معرفی کنید، که بنده این لباسا رو گفتم تنتون کنید، که بنده به شما گفتم با نامزدتون بریم کاباره. بله؟ به رو رو برم. نه خیر، این دیگه رو نیست، سنگ پاست. بله خانم، سنگ پاست. شما آمدید گفتید میخوام دختر بابک سیمندوز بشم. شما آمدید گفتید به هر حال اگه حواسم بود همین یه دفعه بس. این کارا به فقید بیچاره ها نمیاد. من نباید هم از گیلی به خودم اون طرف تر میذاشتم. منو چه به کاباره، منو چه به این حرفا. ایناش دیگه مربوط به خودتی. ما یه شب خواستیم شام تنها نخوریم، سرکار تشریف آوردید قاطق نونمون بشید، قاطق جونمون شدید. صورت منو نگاه کن چطوری شده. بله چی شده؟ اتومبیل تصادف کردی؟ بله تصادف از همون اتومبیل شروع شد. از تصدق سر معاشرینی که دیشب واسه بنده پیدا کردید تصادف دوستانه ای کردیم. ببینم دردم میکنه. چه جورم درد میکنه؟ خب ببینم حالا چی میگی، عاشق شدی ها؟ عاشق پسر میلیونر معروف آقای دریاجی؟ بله؟ مسخره کنی، مسخره کنی. من خودم میتونم بدبخت و بیچیزم، ولی دیگه لازم نیست شما منو مسخره کنی. اگرم این اتفاق افتاده همش تقصیر شما. همش تقصیر تو. تو نباید به من پول میدادی، تو نباید برای من لباس تهیه میکردی، تو نباید کمکم میکردی. بی معرفت تقصیر ما؟ ما رو بگی باز خاطر تو ناجنس چهار تا اقلاستیک امونت برداشتیم که رفتیم تو زمین خوابیدی باش کنون جور شد. نزدیمون شبهیدی به همون غیر قانون هم بخوره. اصلا به ما فقیر فقرا عشق عاشقی نیومده، اونم با دختر میلیونر درجه یک. ما باید داریم دورور محله خودمون بگردیم. اوناشی دیگه خودت میدونی. اصلا جونو برام ها، اگه دو تو صبح بری جون خونه میل بگیری ها، پاک عاشقی حیات میره. آقالا بله مادیر میخواده. خیلی خوب، نمیذارم در دل کنی، باز بیدن یه دقیقه ما بیکار باستادی. آقا جون داشتی که خیلی خوب.
تو کبابی منظر باش تا من بیام. لام بلا یه ماشین هست باید ببری تحویل صاحبش بدی. کدوم ماشینه؟ صد دفعه گفتم اینطوری حرف نزن. اگه واسه خاطر آق مهدی نبود بعد از زندون بهت کار نمیدادم. درست حرف بزن. چشم خیلی باستی ببخشی آی مدیرام. کدام از این هتل مبینا باید مال بابت سیمندوزه؟ چی؟ نه بابا سیمندوز؟ آه همون پول داره؟ آره آره. به جون تو رئیس خوب جای ما رو میمسی. قربون تو. بیا اینم آدرسش. مرمت بیا رسید بگیر بیا. چشم ماشین باید دم تجارت خونش تحریم بدی. میرم بالا یه چایی هم میخورم. نفل قربون تو. گوش کن دختر، مگه نمیگی میخوای از این شهر بری؟ به من بگو کجا میخوای بری. والا نمیدونم، شاید برم مشهد پیش مادرم. نه 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 نه، بهتره با بابا جونت بیای بریم جنوب. دو سه روزی خرم شهر میمونیم، حالت که بهتر شد برمیگردی سر کار. نه نه من دیگه نمیتونم سر کارم برگردم. نه دیگه قرار نشد یه دختر خوب حرف بابا جونش رو قبول نکنه. این دو سه روز مسافرت برای تو لازمه. آقا از اداره تلفن کردن، رؤسای قسمت‌های مختلف برای عرض تبریک اومدم تجارت خونه. بسیار خوب بسیار خوب، میام. برو تو هم برو، دو ساعت دیگه بیا تجارت خونه، با هم از اینجا میریم. برو جان. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. از زیارت آقایون خوشحالم. قبل از مطرح کردن برنامه های سال نو تذکر میدم که بعضی از نمایندگی های ما خود سرانه کارهایی انجام میدن که من شدیداً مخالفم و این بی‌نظمی رو نمیبخشم. بخشی ماد بازر، آیه سیمندوز خان کجا هستن؟ ایلی دان لسای به کنفرانس. برمون زبونت دارم که نفهمیدم چی گفتی؟ ببین باهای سیمندوز خان کار داشتیم. نمیشه الان در سالن کنفرانس تشریف. ولکم با ماشینش آوردین. باشه هر کاری دارید دارم بگید آقا. مسخره کردید. بپو کلا در بده. سلام علیکم. ببینم توی آقای سیمندوز خان رفیق را جمال تشخت. شما بفرمایید اون اتاق تا من بیام با تون صحبت کنم. چه؟ چرا شو حال دیگه بفرمایید اون اتاق نداشتم. گاراژ کار داریم میخوایم بریم. نمونیم. قربون آقا اون چکر آقا نخشین. قربون شو. خیلی خوب همینجا بشین بعد حرفامون رو با هم دیگه میزنیم. برو. به خدا توهین از این اگه بشینم با. بسیار خوب. این تام میره بفرما. این تام سالم باشه. زنده باشی. حالا شد. میریم میشینیم. خیلی خوب قربون تو. بپا کنا کدو. یالا. چیه با هم تو بره بره ما نگاه میکنی؟ مگه جن دیدی؟ خب بیا پارچه آقایی دیگه. حالا خوب. بله در آن صورت است که دولت ناگزیر می شود برنامه های خود را جبران و قهران اجرا کند. پس ما در برابر وجدان و پیشگاه عدالت مسئول و گناهکاریم، نه دولت نه ملت و نه هیچ مرجع دیگر. برو بول برو بول مرد نطقه جانم این تو تیر زنگر. شما خودت این اوشنخانه برپا. نه اوکه اگر خوب توجه کنید تصدیق می کنید که مؤسسه ما یک مؤسسه خصوصی نیست. ما در مسائل اقتصادی مملکت نقش بسیار بزرگی رو به عهده داریم. بر ماست که برنامه خودمون رو طوری تنظیم کنیم که فقط سود ما در آن منظور نشده باشه، بلکه بیش از همه وجدان ما و شرافت ما مورد بحث و گفتگو قرار گیره. ببینم این یارو کله گنجیش خورده. من نمیدونم. خیلی خوب چه گد خاک می‌کنی. خوبی بتونیم مسئله حمل و نقل رو به دست خودمون بگیریم. با این نطق کی تموم میشه؟ ماشین تو پاک بوکیدی. به این ترتیب نمیگذاریم که این هزینه مبلغ زیادی به بهای اجناس وارداتی و صادراتی ما اضافه کنه. به ما چه که اضافه کنه یا نکنه؟ ما فقط دو کلمه عرض داشتیم. بسیار خوب الان تمام میشه.
ما دیگه حوصله نداریم. نوبتی همشون نوبت ما هست. اینا بحثشونه. آخه آقایون قبل از شما آمدن یعنی چه؟ باشه. پس قبل از اون باید برن. بله. باز نیسته من نگاه بکنم. پاشیم اینا. یالا بیمعرفت. یالا خوش دارن. یالا بریدی بیرون. یالا. خونه رفتی سلام کن. باره بینم. نیستیمشون بیرون. مره بسیار بدی کردید آقا. مگه اینجا طبیله است؟ شما به چه حقی به خودتون اجازه میدید که این کار رو اینجا بکنید؟ خوش داری بکش. گرچه هرکی برخطا به خودمون بگو تا دماغشو بکویم دیوار. خودم دیدم که دیشب دوست رو نفله کردی و همچی دور بردشتی. بس دیگه آقا، دیشب خواهش میکنم صحبت نکنید. حالا چی میخوای؟ اومدیم خدمته تو عالم رفاقت و همپیالیگری ازت یه خواهشی کنیم. یه رفیقی داریم، راستش اینه که چجوری میگن، میخوام به نوکری قبولش کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. بگو خود چه به سرپیش خدمت معرفی کنه. باده از خوش نوکری، نه اینکه بیاد نوکرت بشه. 12 کلاس تحصیلات خونده. منظورم چیز دیگه یه داشتم. پس فکر بعد از مسافرت من، چون 2-3 روزی باید دارم خرمشهر، بعد که برگشتم بیارش ببینم چی کار میتونم براش بکنم. برو بیرم. با منزل میریم؟ منزل؟ یعنی چه؟ بله با دخترم و خانومم. بله خوش باشین. ماشین آوردم، رسید چی بده بریم. صاحب حسابت چقدر میشه بگو. ایوالا سیمان دوست خواهم، ما رو خجالت میدی، قابلی نداره. حساب شو. یعنی چه؟ کی حساب کردی؟ مگه ما چوب سفیدی؟ میشه نمیشه. جونه تو نمیگیرم، تو رفاقت این حرفا مفته. حساب شد. آقا اگر حسابتو نگیری، اون وقتی که هرچی بخوام بهت میگم. خیلی خوب. دوستان من برزخ بشی. چقدر میشه؟ 60 شوب. زنده باشی، دست حق و همراه. قربون تو، ما میریم. بفرمایید. زد زیاد. آه دیوانه. صبر و آرام ندارم،
که جدا از رخ یارم دو سه روزی به سر آرم. بالاخره چی؟ تو میخوای همینطور ناراحت بمونی؟ نمیتونم، نمیتونم فراموشش کنم. خیلی دوستش دارم. آخه من چه گناهی کردم که من فقیرم و... اون چی ها؟ تو رو خدا سر به سرم نذاری، من میرم هتل. بازم تو هستی؟ بالاخره دست از سر ما بر نمیداری آقا؟ آقا من این همه راه اومدم که با شما صحبت کنم. عجب. خواهش میکنم به عرایزم گوش کنی. اما من با شما حرفی ندارم بزنم. شما دیوانه ای. شب عید من خراب کردید، منو به زندان انداختید. بس آقا دیگه، آبرو منو بردید، بس دیگه. شما دزدید، فهمیدید؟ نه من دزد نیستم، قسم میخورم من دروغگو نیستم. دختر شما رو دوست دارم، میخوام باش عروسی کنم. من دختر به یادم دوز نمیدم. ببینید من به بیتا نگفتم شما دروغ گفتید، ولی اگر مزاحم بشید بهش میدم و بدونید اگر یک خورده به شما علاقه داشته باشه برای همیشه فراموش تو میکنه. برید. یلا چی میخواید دیگه از من؟ برید. داشتم کجا؟ لام علیکم. وای خدا به داد برسه. ببینم رفیق ما رو چرا کنف کردی؟ آقا خواهش میکنم مزاحم نشید، من دیگه حاضر نیستم حرفای شما رو گوش کنم. فقط سواری نکنید آقا. چی شد؟ ببین چی میگم، دلخوری بر بزن. خودت گفتی یه کاری براش میکنی. من غلط کردم آقا، غلط کردم. ای باش زنم. بابی جی سلام. فکر میکردی بیام اینجا پیدات کنم؟ خیلی خوشحال شدی نیست؟ سلام خانم عزیز خودم. آخ 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 از شما خفت شدم، همش بارندگی بود. برگشتم ترون گفتن اومده جنوب پیشت بابی جو. آره عزیزم آره. اوه 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 بام درد میکنه. اوه نفهمیدیم چه دو شو؟ آجی من روز خان پاتون درد میکنه. اوه شمایید. بله خیلی درد میکنه. اکه جالا دو سه ریگه بیش که حالتون خوب بود. بسه دیگه من داشت مورو میگیرم. نه جون شما نمیشه، من میخوام با منزلتون دوست کلمه حرف بزنم. نه جون تو نمیشه، بپا کنه بینیم. عرض میشه سرکار خانوم دل دیگه. یه جوونی چشش به یه دختری میفته و خاطر خواه میشه. ایفا بابی جون چه بامزه حرف میزنه. خب بله بله بله
عرض میشه اکرم رقاصه تو کافه عشاق. خب بقیهش؟ بله اکرم رقاصه تو کافه عشاق. خفه میشی یا نه؟ بازی بینم سب کنم. بله اکرم رقاصه تو کافه عشاق. بسه گفتم این کارو میکنم برو دیگه. خیلی خوب. ایبا بابی جون تو رو خدا بذار بگه خیلی با مزه حرف میزنه این دیوونه. آره هر کنم از ما با موقع خوده چه خورده دیوونه ای. آره این دیوونه. دیوونه؟ الان معلوم میشه دیوونه که درد پای آقای گفتم که چشم درست میکنم قول میدم. قول میدی؟ قول من؟ قول من. خیلی خوب ولش کن بیا سر جاش. ولش کن. خلاصه سرکار خانوم قصه اکرم رقاصه تو کافه عشاق خیلی تعریف داره. بعدم واسون تعریف میکنم. آره قربون شو. فعلا خلاص دیگه برو. خیلی خوب بچه رو حالش نده خودش میره قربون تو. بابی جون چی بهش گفتی دیوونه یه دفعه رفت؟ چی بیا بهش گفتم که تو منتظر یه بچه هستی. ای خدا مرگم بده بابی جون. من اینو میخواستم خودم بده خدایا آخ خام درد گره خام درد گره دختر نباشه ها دختر نباشه الو هنگ کنگ الو نیویورک نیویورک تاکیو الو لندن آقا از یک میلیون و نیم کمتر معامله نمی کنم حواستون کجاست یک دفعه گفتم و تموم شد به جهنم که ضرر میکنه آقایون موسیق کمتر از یک میلیون و نیم معامله نمی کنم تو نویس خیر قربان بیتا چیه؟ خواهش میکنم اجازه بفرمایید دیگه از خدمتون مرخص بشه میخوای از این اداره بریم؟ خب به سلام ها؟ پس چرا ایستادی؟ آخه راجع به حقوقم مگه این اداره کارگزینی نداره؟ بفرمایید پیش رئیس کارگزینی آخه بدون اجازه شما که شما برید من خودم بهش تلفن میکنم بفرمایید چشم آقای سیمندوس چشم همونطور رفتار میکنم که سر بود بله مطمئن باشه بله 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 بحرام بحرام تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا کار میکنم مگه تو اروپا نرفتی؟ چرا امروز میرم؟ اومدم از تو خداحافظی کنم بیتا صبر کن ببین دیگه چیزی نداری به من بگی نه ترس خواهش میکنم فکر کن ببین دیگه حرفی نداری به من بزنی من یه دختر فقیری هستم آقای سیمندوس پدر من نیست من به تو دروغ گفتم بهرام منو ببخش منو ببخش بهرام گریه نکن بیتا جان وقتی از دیروز منم فهمیدم تو مثل خودم هستی مثل این بود که دنیایی را به من دادن و اینکه منم پسر حاج آقا اسماعیل دریا جیب نیستم این آدم خیلی خیلی معمولی هست او بهرام نمیدونی چقدر خوشبختم خوشبختم بهتون تبریک میگم دروغ عاقبت نداره در دنیا هیچ چیز بهتر از راستی نیست من خیلی خوشحالم که شما دو نفر رو خوشبخت میبینم این بلیط های هواپیمای ایر فرانسه که برای مسافرت ماه عسل به هر جای دنیا که دلتون خواست برید این شام عید برای من خیلی گران تمام شد ها؟
اما در عوض فهمیدم که عشق چیزی نیست که با پول بشه خرید. وقتی پای عشق میون بیاد متمول‌ترین آدم ها گداست. چون اون چیزی رو که شما با دست خالی به چنگ آوردید من با میلیون ها ثروتم نتونستم داشته باشم. برید کبوترهای من. شما آزادید، جوانید، عاشقید، خوشبختید. برید. راننده من شما رو تا فرودگاه میرسونه. فقط گاهی هم یادی از من بکنید. خیلی متشکرم. خداحافظ بابا جان. خداحافظ آقا. خانم اینجا بابی جون نیست، من جناب آقای بابک سیمندوزم. نگرسم اوت کرد. برو حق باز، من از اولم میدونستم تو پاد درد میکنه. امروزم از دکترت پرسیدم، گفت تو اصلا هیچ چیز نیست. الانم مخصوصا پامو زدم به پاد. تو میخواستی شب عید تنها باشی، منم برو خودم نیوردم و قبول کردم. مگه نشنیدی میگن زن شیطونم درس میده؟ منو ببخش عزیزم، تو امروز درس بزرگی به من دادی. دروغ خوب نیست. من از امروز تو رو بیشتر از همیشه دوست دارم. آخه من هیچی نیاوردم. هیچی لازم نداری، همه چی برات آوردم. تیاره که پرواز میکنه، یه وقت جانمونی. آقای کمی تندتر برو. ناجنس حالا که خرم ها سوار شدیم ما تونتر بریم. ای قلومی توی؟ بی قلومی، ما دیگه شدیم رئیس همه راننده های جناب آقای سیمندوز. بیا والا دختر، دیگه خطر نداره. سلام. معرفی میکنم، فری خانوم، ما میریم اکش.